موناکو یکی از ثروتمندترین و دومین کشور کوچک جهان است. سلام دوستای عزیز، به چینل آی پلاس خوش آمدید. اگر برای اولین بار است که این ویدیو را میبینید، لطفاً کلید سابسکرایب را فشار دهید و علامت زنگوله را هم بزنید تا از گذاشتن ویدیوی جدید ما با خبر شوید و خوشحال میشوم که تا پایین ویدیو با ما همراه باشید. موناکو دومین کشور کوچک دنیا به شمار می رود و این کشور کوچک یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. آلبرت دوم فرد ارشد و فرمانروای کشور موناکو می باشد. وی در سال 2005 میلادی پس از مرگ پدرش به حکومت موناکو رسید. زبان رسمی این کشور کوچک فرانسوی است، ولی در بیشتر مکانها مانند رستوران‌ها و بارها مردم از زبان انگلیسی استفاده می کنند. موناکو در نزدیکی سواحل جنوب فرانسه واقع شده و مساحت آن به حدود 2 کیلومتر مربع می رسد. جمعیت این کشور کوچک حدود 37,800 نفر می باشد و گفته می شود 30% از مردم موناکو را ثروتمندان تشکیل می دهند. به دلیل وجود قوانین مالیاتی آزاد، کازینوهای متعدد و آب و هوای مطلوب، موناکو را به بهشت جهانگردان و ثروتمندان معروف کرده است. موناکو از معدود کشورهای اروپایی است که هیچ گونه مالیاتی از مردمش دریافت نمی کند. میانگین امید به زندگی مردم این کشور کوچک حتی از اروپایی ها هم بیشتر است. تحصیلات در موناکو برای کودکان 6 تا 16 سال اجباری می باشد. به همین منظور همه مردم موناکو باسواد هستند. مکانهای دیدنی جالبی در این کشور کوچک وجود دارد. یکی از این مکانهای زیبا موزیوم اقیانوس شناسی می باشد. این موزیوم برای دوستداران جانوران دریایی در سال 1910 میلادی ساخته شده است. این مکان منزلگاه مجموعی از جانوران دریایی از جمله کوسه ها، سنگ پشت ها و صدف ها و همچنین ماکت های کشتی و استخوان های جانوران دریایی می باشد. در زیرزمین این موزیوم یک آکواریوم بسیار بزرگ وجود دارد که بیش از 4000 گونه ماهی را در خود جای داده است. هر سال شمار زیادی از گردشگران برای دیدن این موزیوم زیبا به موناکو سفر میکنند. بندر موناکو از معروفترین مکانهای دیدنی این کشور به شمار میرود. این بندر در بین سالهای 1901 تا 1926 میلادی ساخته شده است. قایقهای بادبانی زیادی از جمله قایق خصوصی شاهزاده موناکو هم در این مکان به چشم میخورد. در این بندر بیش از 1600 قایق بادبانی که از 65 کشور مختلف به این اسکلا می آیند دیده می شوند. مسابقات و جشنواره های آبی متعددی در این بندر برگزار می شود. زیباترین و قدیمی ترین ساختمان کازینو در شهر مونت کارلو در موناکو قرار دارد. این ساختمان بیش از 150 سال است که فعالیت میکند و ثروتمندان زیادی برای بازی و قمار در آن شرکت میکنند. این ساختمان قدیمی نمونه شگفت‌انگیزی از معماری معاصر اروپا محسوب میشود. موناکوویل قدیمی ترین ناحیه موناکو میباشد. این شهر قدیمی روی یک زمین صخره‌ای و به سمت دریای مدیترانه بنا شده است و قدمت آن احتمالاً به 600 سال پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد. مردم موناکوویل به این باورند که این منطقه مستعمره امپراتوری یونان باستان بوده است و خاندان گریمالدی بنیانگذار موناکو در قرن 13 میلادی یک قلعه باستانی را به ستاد فرماندهی خود تبدیل کرده است. موناکوویل تماماً از پیاده‌روها و گذرگاه‌ها تشکیل شده و همچنان طبیعت قرون وسطای خود را حفظ کرده است.